سلام چطورید؟ من دختر احوازی هم، ایشون هم آریانا است. عکس بزنید چند ثانیه دیگه قراره چه تصویر ببینید؟ قراره کجا رو ببینید؟ آریا بگو. نگو. توی گرما میچسبه؟ معروفه؟ بی نظیره واقعا تو احواز تکه برنده احوازه. خب میخواییم بریم علی تگری رو بهتون نشون بدیم، ماما همراه باشید. راستی شما هم خاطره دارید از علی تگری؟ برام کامنت بذارید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. ایشون داره نوشابه میخوره، نوشابه علی تگری. و اگه دیر رسیدیم به نمایشنامه خانی پرده عجایب، بدونید که علتش این بوده. چطونه؟ بخور عزیزم، بخور. آروم رو خور باشه. خوشمزه. عجله دارم. مثل سمر رو خوشمزه. بخور ما دوست نداریم. بخور ما دوست نداریم. اصلا خیلی هوا گرمه، یه اندازه هوا گرمه، ولی باورتون نمیشه الکی میگه. احساس میکنم زیر کولر ساید بای ساید ایستادم، انقدر خنکه. آره احساس کنم شاید اصلا بی‌نظیره، انگار باد خنک میاد، خیلی باد خنکه. زمزم آریانا من با اجازه اینجا خورم پوشکس، اینم که فلافل سرای علی تگری. مستلزی آیا اینا نشون بده؟ حالا مثلا اینا چه فرقی با اونا میکنه؟ این اصلا هیچ جا مثل اینجا نیست، بی نظیره. این هم از علی تگری معروف و آدم هایی که بسیار تشنه هستن. چرا علی تگری؟ به خاطر اینکه حمایت کنیم از جاهای خوب و باحال و برند احوال. خب من اینکه اصلا نوشابهش یه طعم دیگه میده. به خدا زمزمه. دیگه زمزمه یخکه اینجوری آخه میخوره. نوشه جون من که رژیمم کلا نمیخورم. بابا این خیلی خوشمزه است. زمزمه. نوشه جون بخور. مال توئه بود. نه پلاک خون جیم 24 اون چیه؟ از بالا فلافل سرای علی تگری. آره یعنی کلا فلافل چه باحال. و آریانایی که عاشق شابهیه بخورده. نه به خدا الان بری میخوام برم داخل سینما فلافل میخوام بخورم. میخوای بگیرش دست میخوای پلومش کنی؟ نمیشه بیارمش، اگه همی بردیمش با فلافل داخل سینما میخوریم. نمایشنامه خانی میخوایم بریم، لا مصب یه خورده حداقل با یه قهوهی کافی چیزی با خودمون ببریم. با نوشابه و فلافل. نوشابه یه چیز دیگه. ببین درست میگم، لیو د مومنت. آره لحظه رو زندگی کن. واقعا نه اوی خاک به سرم. صداتون میفته ولی من تصویر نمیگم بد نشه براتون. آره میخوای همشو بخوری؟ خیلیه. میدونی چقدر قند داره توش؟ هر یه دونه نوشابه یه لیوان قند توشه. من صاحبش هم قدیمی هست. واقعا آره صاحبش هم قدیمی هست. خیلی معروفه.
نه آقای علی تگری قدمش شایعه درست کردم یه بار گفتن شایعات نه علی تگری نوستالژی اصلا مشتبه گرسونی میدونی که کیه آره فعاله اصلا واسه اش بوسا گرفتم این ترس هم یه دفعه بعدش بیا خواستم برم سیصد هزار نه مرسی آیا تموم؟ آخرش اگه دیر رسیم به نمایش شما فقط بخواهی آره شاهد باشید واقعا الان بیب هو نبیب تموم شو با بندازیش نه با بذارش پرش کن بیا خب بیا این هم از خورم کوشک دورمین روزون بود دفتر ازدواج هم داره اینجا بچه ها بریم به سوی نمایشنامه خانیم خانم آریانا الان نوشابه رو از علی تگری گرفته و بسیار خوشنوده اصلا این روخی که میبینید یک روخ خوشنوده الان داریم از سمت خورم کوشک میریم به سمت مرکز شهر و خیلی تصادفاً آخرین کتاب منتشر شده از من که هنوز پخش نشده هفته دیگه پخش میشه در بالاخره من اینکه وقتی دوست ما سرجم داریم که کتاب اول و چاپ اول و درجه یک به دست درسه خیلی اوکیه آره این تازه برای من یه نسخه یه روزی میرسه پرست که آدم ها دنبال اینن که نسخه اوله غریبه ای در طبقه بالا به فارسی رو پیدا بخوان بکنن و پیداش نمی کنن ولی من دارمش چاپ اول واقعا آره هر جا که هستیدم تنتون سلامت باشه نه چرا نمیره حواسش نیست اصلا خوب بود جالب بود تا حالا نرفته بودی واقعا از کنارش رد شده بودم نه من تا حالا ویدیو نگرفته بودم نه فکر کنم یه بار خودت برام گرفتی به صورت شورت ویدیو فرستاده بودی لنزشو تمیز کرد تمیز شد حتی شیشه ماشینت هم تمیزشون میده خدا دیدی داشتن تمیزش میکرد انشالله پیشرفت کنم ماشین دیگه توی ماشین خوشدلتر ویدیو بگیری همینم عالیه پیشرفت هم میکنی سال دیگه ماشین جذابتر میره پاته الان آریانا از بس که قند مصنوعی زده سرحاله تازه قبلش هم یه قهوه تگری دادم قشنگ قهوه پنجا عربیکا پنجا روستا بسیار به سمت عربیکا بود خدایا با دست کوچکم دست هایم را این چه مال قبله میگم از این رو مستقیم میریم میرسیم تو مادری زدم رو ریکورد بچه هوا خیلی گرمه و همین الان هم که دست درد نکنید متشکرم همین الان هم که بیرون هستی میخوام بهتون بگم که یعنی فقط به این شکل من بیشتر میتونم براتون ویدیو بگیرم هیمالیا ویدیو میتونم براتون بگیرم و دیگه به همین قانع باشید و درک کنید که واقعا نمیشه دیگه مثل قبل راه رفت و ویدیو گرفت و به این شکل نمیشه دیگه این که به ماشینت رحم کن ماشینش که هیچیش نمیشه عقل خودش گم بود سیمتری؟ آره داریم میرسیم به سمت
جایی که سمت چپمان سیمتری و سمت راستمان طالقانی و روبروی من امام و نادری پیش روی من. این همه جذابیت چگونه آیا ممکنه؟ چقدر خوبه که آدم متعلق باشه به یه جا و همه اینا رو بشناسه و بعد داره یه جا که اینا رو هیچ خود نمیشناسه. چه حسی داره؟ اصلا هیستوری نداره از این چی، با یه ذهن سفید انگار، انگار یه هوی وسط اون شهر افتاده. کسایی که مهاجرت کردن تو اینو بیشتر درک میکنن. چند وقت پیش مسئله پیش اومده بود برای بابام، بعد خیلی تصادفاً پویا توی باشگاهش با یکی دوست شده بود، یه نفر همسن بابام بود، مثلا با هم صحبت میکردن اینا، همینجوری اومده بود درد دل کرده بود، گفته بود که مثلا مشکل اینجوری داریم و اینا. بعد جالب بود اون شخص آشنا پیدا شد که بتونه مسئله رو حل و فصل کنه. حالا اگه تو توی یه کشور دیگه بودی یا نمیگم حتی یه شهر دیگه، حالا این تصادفی کسی رو دیدن و به درد تو خوردنه پیش می اومد؟ آره، بقول کسی در قلب آمریکا هم ما میتونیم کله پاچه بخوریم. نه، کله پاچه رو میتونی بخوری ولی آدم ها رو نمیتونی پیدا کنی. نه نمیشه، سوری مکانی واقعا نداریم ولی همه جای دنیا پیدا میکنیم دیگه. ما خود آدمای آواره‌ای هستیم ما ایرانی ها. نه، ایرانی پیدا میکنی. این که مثلا بگی آره من تو رو میشناسم، من مثلا بارها شده با پویا رفته یه کاری بکنه بعد همه گفتن ای مثلا آره تو پسر فلانی، حضور براش کارش رو که کن این جالب. یا مثلا تو میری یه جایی میبینی که عموت یا نزدیکی داری که واسطه اون کارت بهتر را میفته، همین حس میکنی که موندن تو یه چیز خوشایندی بهش میده. ای چه خوب شد پس هنوز یه چیزای این مدلی میتونم گیر بیارم تو این شهر. در ترافیک هستیم و این ترافیک اصلا برای شما جذاب نمیباشد، پس من اینو قطع میکنم و شما رو به خدا من میسپرم، نمیسپرم، ادامه میدهم. داریم میریم سمت سینما سال. آره، به سوی سینما سال. خیلی، ولی یه جوری بودن انگار مثلا دیده نشدن. 14 معصوم. بچا 14 معصوم من بابام قبلا خیلی کمک می‌کردم. یه مدت اون اینا چی شده بود دیگه مثل قبل کمک نمی‌کردم که یه لوح تقدیر فرستادن در خونه. سوژه بود. بابا نگاه. دارم میگم به ما به یادت، تو هم به یاد ما باش. اصلا تموم نمیشن انقدر زیادن. اصلا نباید رفت بیمارستان تخصصی اروند. یه حرف هم همینو پاک کنم. چی؟ دقیقه ویدیو رو نگاه کنید که حرف هم پاک کنم. چیز بدی نگفت. به وقتی خودت کسی رو میشناسی با دست خودت میدی کلا حس خوبی داره. من نمیتونم به جا بقیه نظر بدم. شاید نه، تو نظر خودتو دادی. شاید یکی مثلا داشته باشه واقعا بدم نیست. شاید خب هنوزم میام صندوق صدقه جمع میکنم همسایه‌مو میده، ولی من میگم خب چه کاری تو دیگه، به قول تو دستتو که دراز کنی هست آدمی که نیازمنده. آره خب واقعا دیدگاه فرق داره. میگم مثلا یکی میره به چه میدونم این انجمنای سرطانی کمک میکنه. آره یکی میگه نه من ترجیح میدم که به یه سرطانی که خودم میشناسم کمک کنم. حالا یکی از آشناخ از نبود که همیشه هر سال نظری درست میکرد، دیدم فرنگ سازی شده بود دیگه یه مدت، کرونا هم که شدی نظری ها جمع شدن همه رو میبره بهزیستی، یا مثلا خودمون پولش رو میدیم به کسی که میدونیم نیاز داره. این بهتر شد، خدایش این کرونا باعث شد یه سری فرهنگ های خیلی غلط ها از بین برن. خلطه؟ آره این تو طالقانی البته اغلب اینطوری هست. مگه اینکه به خور خلوت بده. ما قبلا گرم هم بود، شلوغ بود، پول بود اون موقع. پول واقعا الان مردم سفره ای ندارن. الان فقط 30 متری دیگه مگه اینکه یه چیزی بخوام بخورن. مثلا یه زمان اینجا راه الان شلوغ البته ولی راه بندور بود. ما آدم فقط میگیم، حالا فقط ماشین میگیریم. نه خب الان کلا طالقانی یه جوری نگاه چیزای خاصی داره، خوشاک و اینا نیست، سای سیمتری باز شروع تره. پشیمون شدم از افغان، نگاه چقدر ترافیک. آره این پارک کرده، کار بدی کرده، کارهای بد زیادی میکنه. آره ماشیش همینجوری بسط پارک کرده بود.
کافه کو کافی شاپ کو کنار پوشک زده خب میخوره سرم درد نه کوچولوه چرا سرم درد اومد کافه کافی شاپ ایرانی ها نه جفت یارو سر درد کردم یه و بعد اون سر کشیدنه بخواهم موقع باید نشون میدم نوستالژی فکر میکردم مال هاشمی رفسنجانیم چرا؟ بخاطر اینکه آرم برند رفسنجانیه برند رستورانه زنجیریش من نمیدونم البته دقیقه اون موقع میگفتم خیلی سال پیش نمیدونم تا بال نشد من فکر میکردم که از اون شبه هست نمیتونه عباس همه چی همینجور بدونه نه آره همینطوری مثل داستان جناب خان طلا فروشه چقدر خلوتم تو حالا تا خلبت هم تک و تو که توشو میبینی تک و تو که هم 100% شوشتری دستفولی هم یه سلام هم بگوییم به شوشتری دستفولی های عزیز که بسیار طلا دوست میدارن نه بهبهانی هم بهبهانی ها که آره اونا ولی خود اسم اونا بعد در نرفته ولی بلا علاقه خیلی زیادی به طلا نمیدیم بجز که پول نداریم علاقه هم نداریم نه داشته باشید هم نمیگیرید آره ترجیح بدیم بریم با پولمون یه چی دیگه بخریم مثلا عجیبه اینا تفاوت هست دیگه ماشاءالله الله ماشاءالله الله شکر جزیلن خب داغ میکنید چه خوشیه رو هم روهم پوشیده بود؟ نه چه این لباسش خوشیه ها نه پسره رو میگم دوتا رو هم پوشیده بود این چیزه اشرافی طوره واقعا خوشیه رو ولی اون پسره تیشرت پوشیده بود با یه آستین بلند از اون نظر میگم آستین بلندش هم ایشکی بود من بگم چیزی که الان مردم میپوشن میانجون رو فکر میکنن باید چه میدونم حتما دشداش و چفی و چیزای گشاد مشاد بپوشن و دستشون حنا بزنن ما خیلی وقت تو حواس داریم واقعا الان هم نه این چی هم کفتان هم چی هم مد شده هم کفتانی که مد شده رو ما همیشه داشتیم واقعا دامون آره اصلا این لباس از جنوب مد شده هم شلوارش خوشگل دختره دختره که جفتش ایستاده بود خیلی لش و پش بود باشن برد نه اونو نه اون انگار از سخونه واقعا خب بچه ها از این ترافیک میگذاریم بعدا براتون اگه از سینما سایه رد شدن ویدئو میگیرم کارو دیدیم؟ بله حق با جناب قاضیه من اول گفتم همه چی رو دیدیم حالا منشی باشیم عجب پس چرا من از شاخه یه موی خوشکم؟ آه دمت بر شیطون این بودی چه به تن و بدنم بخوره میگم نه فقط جس بلکه روح رو هم صفا میده بذاشتم چند قطره هم بریزه روی موها شرط میبندم باید تلایی مثل تلا شده باشه بیشتر از این صد بار بیشتر با اینک دودو جین شیر خاشگین